دوستای گرامی سلام امیدوارم جور سیادمند و سرحال و سلامت باشین به با درس 25 از کیمیای کانکور از مکتب خودتان مکتب تمدن خوش آمد دوستا در درس قبلی ما روی القلی صحبت کردیم و نامگذاری القلی ها هم خلاص شد و امروز رسیدیم به موضوع جدید به نام چی نمک ها دوستا القلی گفتیم از کلمه دی بیس گرفته شده به معنای کاستن یا چی کاهش کردن و همچنان دو طریق نامگذاری داشت طریق معمولی و طریق چی آیوپک در طریق معمولی دو حالت داشتیم یکی فلزایی که یک القلی رو بسازه فلزایی که دو تا القلی رو بسازه امیدوارم که یاد گرفته باشین و طریقه چی بود آیوپاگ هم بود اول نام فلز بعد تعداد اویش در آخر هم کلمه چی بود هیدروکساید و امروز رسیدیم به نمک ها دوستان نمک اگر تعریف کنیم میگیم به مرکبات گفته میشه که در نتیجه تعامل تیزاب و القلی به وجود بیه از تعامل تیزاب و چی القلی زمانی که تیزاب یک جای کنیم القلی تیزاب خنثی نه. محصول میشه نمک و مقدار آب هم چی میشه؟ آزاد میشه که این پروسر دوستا در کیمیای کانکور به نام تیتریشن هم میگه خونساسازی هم میگه یک عملی اکزوترمیک هم است و همچنین یک پروسه دیهایدریشن هم میگه معنای دیهایدریشن به معنای کشیدن چی آب زمان که از یک پروسه یک مقدار آب که کشیده شود این در کیمیای عضوی به نام چی میگه دیهایدریشن میگه و همچنین نمک نظر به خواص است به سینه یکی نمک های تیزابی داریم و یکم نمک های القلی و همچنان نمک های خونسا یا نام دیگه به نام نمک های چست عادیه دوستا چطور تشخیص داده بیتونیم که نمک تیزاب ای القلی و ای هم چست خونسا های. نمک های تیزابی دوستا و نمک های است که در وسط خود اش داره زمانی که یک مرکب در وسط خود اش داره مثالش باز کار میکنیم در وسط خود اش داشته باشه به نام نمک های چی میگه تیزابی میگه و نمک هایی که در وسط خود او داشته باشه به نام نمک های چیست؟ الخلیه و همچنین نمک های خونسا نمک های است که در ترکیب خود نه اچ داره و نه چی او اچ داره این به نام نمک های چی میگه خونسا میگه اول دوستان ما روی نمک های تیزابی صحبت نیم نمک های تیزابی عبارت از نمک های است که از کاتیون الکلی و کاتیون و انیون تیزاب به وجود دوستا شما در آیون ها خواندین آیون که بود از نگاه چارج به دو نبود یک کتیون داشتیم یک انیون کتیون آیون با چارج مثبت و انیون آیون با چارج منفی پس اینجا دوستا یک مثال در نظر گرفته داریم که سودیم هایدروکسایت جمع کاربونیک اسید زمانی که با هم تعامل کرده در نتیجه تبدیل شده به سودیم بای کاربونیت و یک آب هم چی شده؟ آزاد شده دوستا در این اینجا مراکب در آخر خو داره در دا درس قبلی خواندیم آخرش که او ایش بودو چیه؟ الخلیه چیسته؟ الخلی مراکبی که در اول خو ایش داره دوستا او چی بود؟ تیزاب و مراکبی که در وسط خود هایدروژن داشته باشه این را دوستا به نام نمک های تیزابی میگه نمک های چی میگه؟ تیزابی نمک های تیزابی دوستا در ابتدا تعین چارچ کن سودیم مثبت او اچ منفی هایدروژن مثبت سی او سی منفی دو کاربونیت سودیم مثبت هایدروژن مثبت سی او سی منفی دو پس دو اینی نمک تیزابیه نمک تیزابی کتون چارج مثبت بود نمک تیزابی از کتیون القلی ساخته شده و همچنان نمک تیزابی از کتیون و انیون تیزاب مثبت و منفی چی تیزاب ساخته شده ایره به نام نمک چی میگه تیزابی میگه و همچنان یاد،, یاد ما باشه دوستا برای نامگذاری از این برای نامگذاری از ای از کلمه بای و یا کلمه چی استفاده نه هایدرو کلمه بای یا چی هایدرو اردش ممکن استفاده کنه یا بای یا چی هایدرو فرض مثال ک اچ اس او در وسط خود اصول چی داره؟ هایدروژن داره پس یک نمک چیه؟ تیزابیه برای نامگذاری نمک تیزابی ما چی داشتیم؟ بای و هایدرو پس اول نام فلسطه نوشته که پوتاشیم پوتاشیم در جای هایدروژن یا بای یا هایدرو ما هایدرو رو میگیریم هایدرو دوستا اصول چهار در آینا خونده بودی چی بود نامش؟ سلفیت پس نام از این میشه پوتاشیم هیدرو سلفیت پوتاشیم هیدرو سلفیت. و همین سوال بعدی دوستا مثلا داریم که کلسیم HCOC داخل قوس اینجا دویه دوستا در وسط چی داره؟ هایدروژن داره پس نمک نمک چیه؟ تیزابی برای نامگذاری زی اول نام فلیس کلسیم و بجای جای H هایدرو یا بای ما بای میگیریم و سی او COC رو در آینا خوانده بودی به نام چی بود؟ کاربونیت بنام چی بود کار بونید پس نام از این میشه کلسیم بای کاربونیت نمک های الخلی دوستو به نمک های گفته میشه که از کتیون انیون الخلی ساخته شده و همشنو انیون چی تیزاب مرکبات که از کتیون و انیون, و القلی و کتیون و انیون القلی یعنی چارج مثبت منفی یک الخلی و چارج منفی چی تیزاب حاصل شده دوستو یک مثال اینجا در نظر گفته کلسیم هایدروکساید کلسیم چیست؟ هایدروکساید جمع تیزاب هم چیسته HCL وقتی با هم تعامل کنید دوست دارید که CaOHCl جمع یک مولکول آب چی میشه؟ آزاد میشه دوست اینی در دو... آخر OH داره این رو به نام چی میگه؟ القلی میگه این در اول خود اش داره این چیه؟ تیزابه و این مرکب در وسط خود OH داره پس این میگن میگه نمک القلی اون رو میفهم ایبارت چیست؟ آبه بسو اول تعین چارج کن کلسیم گروه دومه مثبت دو او ایچ OH منفی یک هایدروکسیل هایدروژن گروه اول مثبت یک کلورین گروه افتون بود دوستو هفتم چارج بود منفی یک و همچنان کلسیم مثبت دو و ایچ OH منفی یک کلورین منفی یک yeah. دوستان نمک الخلی است از کاتیون و انیون الخلی ساخته شده چارج مثبت و منفی چی؟ الخلی و همچنان از انیونی تیزاب منفی از چی؟ تیزاب پس به نام نمک چی میگه؟ الخلی میگه و دوستو برای نامگذاری از این برای نامگذاری از این از کلمه چی سوادم هایدروکسی از کلمه چی؟ هایدروکسی مثلا مثال داده میشه بر از ما ام جی او ایچ بی آر میگه ایر نامگذاری کن ام جی چی مگنیزی خب بجای او اچ از کلمه چی سوادم هایدروکسی هایدروکسی و بعد کلمه چی رو نشون بروماید برومایت پس میشه مگنیزم هایدروکسی برومایت و یادش دوستو مثلا مثال بعدی رو دیخد کن کلسیم او -E ایچی آی ای رو میگه کن اول نام فلس کلسیم بعد بجای چی او ایچ هایدروکسی و در آخرم چی نمیشه نمیشه دایت پس نام از اینش کلسیم هایدروکسی چی؟ هایدرو. و همچنین دوستان شما دقت کن با سالایت. نمکی بعدی نمکی چیه؟ خونسایه. نمک چی؟ خونسا. نمک خونسا یک نام دیگهش دوست نمک عادیه. ای به نمک هایی گفته که از کاتیونی الکلی و آنیونی تیزاب بادیس بیه. مثلا چارج مثبت از الکلی و چارج منفی از چی؟ تیزاب. مثالش دوستان دوست ما اینجا در نظر میگیریم. فرض مثال داریم که سودیم هایدروکساید جمع HCl میشه سودیم کلوراید جمع یک مولیکول آب سودیم کلوراید جمع یک مولیکول چی؟ آب دوستا این مراکب داخل او داره پس یک القلیه در خود اش داره ای چیه؟ تیزابه و این مراکب نه اش داره نه او اش ایره میگه نمک خونسا نمک چی میگه؟ خونسا میگه تعین چارج سودیام سودیم مصبته او منفیه گه هایدروژن مثبت یک کلورین منفی یک و سودیم مثبت یک کلورین هم, چی هم منفی یک دوستا کاتیونی القلی و انیونی چی ساخته شده تیزاب پس یک مرکب که از کاتیونی القلی و انیونی تیزاب حاصل شد اون نمک به نام نمک چی میگه خونسامی دوستا برای نامگذاری زی شما توجه داشته باشین شماره یک نامگذاری نمکی بدون اکسیژن نمکی که در ترکیب خاکسیجن نداره بدون اکسیجن برای نامگذاری نمک های بدون اکسیجن دوستو اول نام رو نوشته میکنیم بعد نام غیر فلزه. و در آخیر هم پسوند چی رو داریم؟ IDE. آی دی ای این فرموله نام فلیز نام غیر فلیز پسوند چی؟ آی دی ای فرض مثال مثال بر از ما داده میشه سی ال میگه نامگذاری که. فلز تو چیه؟ پوتاشی اول نام فلز بعد دو غیر فلز تو سی ایل کلورین با پسوند آیدی چی میشه؟ کلورایت پوتاشی هم کلورایت و مثال بعدی C BR2 آر نام گذاری کن نام فلز تو کلسیم هم. کلسیم؟ و همچنان نوشته کلسیم برومایت. کلسیم چی میشه؟ بروماید بعدی دوستو مثلا داریم مگنیزیم سی پی 2 نمک بیدونی چیه؟ اکسیژن اول نام فلیس بگی مگنیزیم بعد چیه؟ فاسفورس فاسفاید باشی؟ با چی؟ با دار دوستو برای نامگذاری نمک بیدون اکسیژن خیلی ساده ها. اول نام فلیس بعد نام غیر فلیس پسوند آیدی ای, دی ای. آیدی با چیست دوستو با دال دوستا یاد داشت بگیرین بعد میریم روی موضوع بعدی دوستو در کنکور یک سوال دیگر رقمی هم برای ما داده میشه مثلا نام داده میشه مرکب خودش خواسته میشه نام داده میشه مرکب خواسته میشه فرض مثال سوال داده میشه که فرمول المونیم سلفاید کدامه فرمول آلمانی چی؟ سالفوید. دوستو در دا آخرش دال داره. پس اتومات میفهمی که نمک ها نمک های چیه؟ بدون اکسیژن. پس اصول در اصول فرمول نویسی ما درس های قبلی خواندیم. ابتدا چارج مثبت بعد چارج منفی. چارج هم به حیث چی؟ زریب. اول دو آلمانی هم نوشته کن. بعد چی را؟ سالفر در گروه چارج مثبت سه سلفر در گروه ششم چارج منفی دو ابتدا چارج مثبت بعد چارج منفی و توانا به حیث ظریف قابل اختصار نیسته اگر قابل اختصار بود ابتدا باید اختصار و بعد به حیث چی قرار بگیره ظریف ولی دیگه قابل اختصار نیسته توانا به حیث چی قرار میگه ظریف ال 2 اس ایرا به نام چی میگه سلفاید میگه یا مثلا سوال بعدی کلسیم 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 فسفات کلسیم چیست فسفات میگه بگو کدام یک از گزینه‌های زل کلسیم چیست فسفوید اول چارج مثبت کلسیم بعد چی فسفر است کلسیم گروه دومه چارجش مثبت دو است فسفر است گروه پنجم زریب. زریب. چی منفی توانا به حیثی ضریب توانا به حیثی چی زریب این میگه به نام کلسیم چی فسفوید یا مثال بعدی دوستو باریم سلفاید باریم چی سلفاید میگه کدام گزینه زل از جمله مراکب چیه باریم سلف فایده در این صورت دوستو اول چارج مثبت باریم بچی سلفر باریم گروه دو چارج مثبت دو سلفر گروه هفتم منفی دو توانا قابل چیه اختصاره دو با دو خلاص میشه دو بادو چی شد خلاص شد ذری هم یک میه، ذری بازی هم یک میه. این میگه باری هم چی سلفاید باری هم سلفاید دوستا این بود از نامگذاری نمک های بدون اکسیژن نام فلز نام غیر فلز در آخر هم کلمه چی داریم اکساید و در صورت اگر دوستا نمک های اکسیژن دار اگر باشه نامگذاری نمک اکسیژن دار برای نامگذاری نمک اکسیژن دار دوستا اول نام کاتیون اول نامشی رو میگیری کتیونه بعد نام چی را انیونه نام کتیون و نام چی؟ انیون مثال داریم کدو اس اوچار. که عبارت چیست؟ پوتاشیم پوتاشیم و همچنان اس او چار چندین اتومی خونده بودیم نام چی بود؟ سلفیت پوتاشیم سلفیت پوتاشیم سلفیت و, و همچنان سوال بعدی سی ای پی او چار داخل قوز دو داریم اینجا چند داریم سی میگه ایران هم گذاری کن سی ای بارت چی دوستا کلسیم و پی او چار چیه فاسفیت چی سه اول نام کتیون بعد نام چی؟ آنیا. مثال بعدی دوستا مثلا داریم که بی ای سی آر دو او هفت ایره میگه نام گذاری کن بی ای دوستو چیه؟ باریم باریم و سی اردو اف چیه؟ دای کرومیت چیست دوستو؟ دای کرومیت پس برای نامگذاری نمک های اکسیجن ابتدا نام کتیون بعد نام چی؟ انیون اول کتیون بعد نام چی؟ انیون و همچنان دوستو در اخیر دو نکته دیگه اگر تیزاب مربوطه اگر تیزاب پسوندش ایک باشه نمک از از این تیزاب پسوند چیست؟ ای تی ای -E. سوال های کانکور اگر دوستا تیزاب پسوندش اس باشه و نمک مربوطه چیست؟ آی تی ای -E. نکته کانکور دوستا اگر تیزاب پسوندش ایک باشه نمک به ای تی ای ختم میشه اگر تیزاب پسوندش اس باشه نمک به با چی؟ آی تی ای دوستا ای بود از درس امروز تشکуر از توجهتان تا درس بعدی شما را به الله پاک میسپارم خدا یارو نگهدارتان